سلام، دوشنبه 7 تیر 1428 ژوئن 2021 میلادی، هفتمین روز اعتصاب موفق کارگران شرکت‌های پیمانکاری و کارگران قراردادی در بخش‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی در بیش از 66 شرکت در 8 استان کشور در شرایطی پشت سر گذاشته شد که موج حمایت از داخل و خارج از ایران کماکان از اعتصابیون ادامه داره. سندیکاهای کارگری عضو شبکه بین المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه از کشورهای برزیل، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، الجزایر، پاکستان، ترکیه و چندین کشور دیگه حمایت خودشون رو از اعتصابیون در ایران اعلام کردند و قبلا هم فدراسیون بین المللی کارگری اینداستریال و همینطور پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد و اتحادیه عمومی کارگران نفت و گاز عراق پشتیبانی خودشون رو از کارگران ایران اعلام کرده بودن. در ایران هم کانون صنفی معلمان تهران و انجمن صنفی فرهنگیان کردستان از تشکل‌های معلمی هستند که همبستگی و پشتیبانی خودشون رو با کارگران اعتصابی اعلام کرد. قبلا هم سندیکاهای کارگری شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحاد بازنشستگان و چندین تشکل کارگری دیگه از اعتصابیون نفت پشتیبانی کرده بودند. همچنین 230 فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران با امضای بیانیه از اعتصابیون نفت پشتیبانی کردند. اما در سوی وزارت نفت با همکاری وزارت اطلاعات در صدد ایجاد تفرقه در صفوف اعتصابیون هستند. ابتدا وزیر نفت اعلام کرد که به خواسته های کارکنان رسمی رسیدگی میشه و قصد دارند از شروع اعتراضات کارگران رسمی که از پس فردا چهارشنبه شروع خواهد شد جلوگیری کنند و از سوی دیگه اعلام کردند که کارگران قراردادی خواسته هاشون فراقانونیه و در واقع بین اونها و رسمی ها اختلاف بندازن. همچنین همزمان به مدیران شرکت ها یه پیمانکاری هم دستورالعمل هایی فرستاده شده تا بعضی خواسته های کارگران رو اجابت کنند، ولی به این ترتیب پاره ای از اونها رو بلکه به سر کار برگردوندن و در همزمان عده ای رو تهدید به اخراج و تصفیه حساب کنند. کارگران در بیانیه‌هایی که تاکنون صادر کردند که دست کم 3 بیانیه از سوی شورای سیاست‌گذاری اعتصابات صادر شده بر لزوم اتحاد، یکپارچگی و همبستگی و مقاومت کارگران تأکید شده و عنوان شده که تا رسیدن به خواسته هاشون و تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل به مبارزه خودشون ادامه خواهند. اما تانکرداران نفتکش در تعدادی در اصفهان و تعدادی هم در خوزستان اعلام اعتصاب کردند که اگر این حرکت گسترش بیشتری پیدا کنه و به تانکرداران سراسر کشور برسه، دست کم اونهایی که از پالایشگاه ها به پمپ بنزین ها حمل سوخت می کنند، اون وقت مشکل جدی برای
دولت و حکومت ایجاد خواهد شد. همچنین جمعی از کامیونداران اردکان یزد هم اعتراض کردند و گفته میشه که اعتراضات کامیونداران در شهرهای دیگه هم در راه. اما روزی که گذشت، یعنی دوشنبه، کشاورزان اصفهان که قبلا هم به دلیل نرسیدن حق آب از آب زاینده رود دست به اعتراض و تجمعات اعتراضی زده بودند و چند سال پیش در نماز جمعه اصفهان پشت به تریبون نشستند و گفتند پشت به دشمن و رو به میهن و برگ زرینی رو در مقاومت مدنی و مبارزه مدنی مردم ایران رقم زدند، امروز به جلوی سازمان آب اصفهان رفتند، قصد داشتند در سازمان رو جوش بدند، چون گفتند وقتی آب نداریم سازمان آب به چه درد میخوره. به هر حال به اونها وعده دادند که آب رو رها کنند بیاد و حقابه اونها از زاینده رود بهشون تعلق بگیره، موضوعی که باید دید یا توان جوابگویی به اون رو دارند یا نه. اما فاجعه دیگر در بخش دامداری کشور در حال وقوع و اون اینکه امروز تجمع اعتراضی دامداران داشتن، مدتی است که با گران شدن علوفه نهادهای دامی و سوی دیگه قیمت گذاری احمقانه حکومت که پایین تر از قیمت تمام شده میخواد اونها رو وادار کنه شیر و گوشت رو بفروشن، منجر به این شده که نه فقط تجمعات اعتراضی دارند بلکه شروع به کشتار دام ها، حتی دام شیرده کردند و گوشت به از طریق شبکه هایی که شکل گرفته به دلیل عدم قدرت خرید در داخل و اختلاف نرخ ارز به خارج از ایران فروخته میشه و ادامه این وضعیت به زودی کمبودهای بزرگی رو در عرصه لبنیات، گوشت، مرغ و تخم مرغ در کشور ایجاد خواهد کرد. به دنبال 5 حمله پهپادی به نقاط مختلف در اربیل، به چند ساختمان در نزدیکی کنسولگری امریکا به تلافی چندین حمله به مواضع نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی ایران، کتائب سید الشهدا و کتائب حزب الله که از بخش‌های مجموعه 8 شعبی هستند صورت دادن امریکایی ها، که در حملات دیروز دست کم 4 تن از اعضای کتائب سید الشهدا کشته شدند، حملاتی که بخشی از اون در داخل عراق و بخشی در داخل سوریه نزدیکی مرز عراق بوده و امریکا اعلام کرده که این رو از چشم ایران میبینه. آقای آنتونی بلینکن گفته به دستور مستقیم ایران بوده حملات پهپادی و جن ساکی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که اگر ایران به این رویه ادامه بده باز هم امریکا تلافی خواهد کرد و گفته که این حملات به دستور شخص آقای بایدن صورت گرفته و کنگره رو هم در جریان گذاشته بود. همچنین آقای عارف الجحمالی، نفر اول حزب الله لبنان در سوریه، در منطقه درعا ترور شده، گفته میشه گروهی از مردم او رو به رگبار بستند و به هر صورت حزب الله لبنان هم که دخالت زیادی در جنگ سوریه داشته، تشکیلات ساخته جمهوری اسلامی و شاید نزدیکترین تشکیلات به نیروی قدس سپاه و جمهوری اسلامی است. اما آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی که امروز در جمع قوه قضاییه صورت داد، مرزهای وقاحت رو جا
جابجا کرد. او که قبلا فتوا داده بود رأی باطل دادن حرامه، امروز اعلام کرد که آرای باطل آرا به نظام بوده، چون و اینها چون به هر حال رفتن پای صندوق بدون اینکه به روی خودش بیاره که این کارمندان و نظامی هایی بودند که به زور آورده شدن و صندوق رو به پیش اونها بردند که با تهدید رأی بدن، و اینها اکثریتی هستند که رأی باطله به صندوق انداختن. همچنین ایشون کماکان گفت حماسه خلق شده و مشت محکم بر دهان تحریم کنندگان خورده شد. مشت محکمی که باید گفت ایشون حواله ملت ایران کرده، برای اینکه بیش از 82% مردم در انتخابات شرکت نکردند، رأی ندادند، و حتی آمار خود حکومت هم ملاک باشه، اکثریت مردم یعنی 52% رأی ندادند، و آقای خامنه‌ای در واقع این تقابل و مشت محکم رو نثار اکثریت ملت ایران. به هر حال اینجور صحبت‌های آقای خامنه‌ای که اسباب تمسخر مردم میشه، شاید بتواند به قصد این باشه که پاره هوادارانش رو قوت قلب بده، که اون هم بعید میدونم، برای اینکه بسیاری از محافل مذهبی، بسیاری از کسانی که از خامنه‌ای قبلا تعریف میکردن شروع به براءت کردن از او کردن، و در مجالس و محافل مسجدی و هیئتی و غیره هم صلوات برای آقای خامنه‌ای و دعا برای او رو حذف کردن، برای اون که به شدت مورد اعتراض قرار میگیره. ضمناً در همین صحبت آقای خامنه‌ای از قاتل بزرگ یعنی آقای رئیسی هم تعریف کرد، و جای شکی باقی نگذاشت که رئیسی اساره عمر او، کاردستی او و آنچه که بکند عمل اوست. خانم مرضیه وحید دستشردی هم که زمانی در این مملکت وزیر بودش فرمودند که به تمام مستضعفان جهان رایگان واکسن میزنیم. اون هم مملکتی که کندی واکسیناسیون و عقب بودن واکسیناسیون یکی از فاجعه بارترین در بین کشورهای منطقه و دنیاست. به امید پیروزی ایران و ایران.